علیکم سلام. علیکم سلام. لپتاپم چارج نداره. دوستا لایک کنین. یک کم زحمت بکشین لایک کنین. که یک چند نفر دوستای دیگه هم بیاین. یک کم که ورزش کنین. علیکم سلام. علیکم سلام. داشت که من بر شما یکان چیزا پیدا کنم. کی لایک میکنه ببینم. زهره لایک میکنه. یک نام دور به دراز لایک میکنه. یک نفر بسیار دور به دراز مشتک کرده. دکتر جان زمین درد میکنه. درد یا با پای میاد یا با کمرم. لطفا مرا بالا چون کسی نیست حالا. شعر صحیح شعر نیست. مرا بالا که کسی نیست حالا. شما یک چند حوصله داشته باشین و بخش زانو امروز من بیشتر دوست دارم مسائل روانشناسی را جواب بدم، به خاطر که همین دفعه قبلی دوستا شکایت کردن، گفتن که دفعه قبلی خودم چه وقت لایف آمده بودم که هر وقت که آمده بودم گفته بودن که یک موضوع را بگی اونا اون موضوع را جواب بده، بخاطر که باز بسیار گدودی میشه. هر کس هزار بخش سوال میکنه امیال اون بیاز سرمه مردم زیاد گپ میزنه که ولی ای دکتر تباره هر چیز معلومات میتر خالد معلومات برتان نتم. کفر میشه اگه معلومات برتان میتم زورتان میتر ستان بد میخوره سرتان بد میخوره. تو مردم هست سرتان برد میخوره کفتتان میکنه کفت که این بچه چرا معلومات میده؟ ما به معلومات نیاز نداریم. ما کل ما پروفیسر هستیم، کشور ما کس از آلمان کده پیشرفته است، بهترین کشور دنیا هستیم. ما به این چیزا نیاز نداریم. ما به چی نیاز داریم؟ به چی خیلی نیاز داریم؟ مشتک کنیم امی افغان ها به چی نیاز دارم؟ امی افغانستان به چی نیاز دارم؟ یاسر جان سلام برسم. این یاسر هم میبینین این بچه که هست بچه مامایم هست. تو بسیار بسیار به دخترها کانتکت داری. زیاد نبرا بکن در برای تو. او مردم سر من نامبت نسازین یک دفعه. اما از دل خود خبر نی که در پشت ما گپ جور شده باشه. که یک دفعه یک کومنت مانده بود نیم کومنت مانده بود که دکتر صاحب هم یک چشمت ساختگی معلوم میشه. بسیار ما پس بر جواب دادم بازم قبول نکرد. دیگه این قسم سر آدم تومت میکنین. بی بدون دیش که بدرنگ معلوم میشه. بچه باید بدرنگ باشه. این بچه باید مقبول نباشه. دختر باید مقبول باشه. بچه باید یکم بچه باشه دیگه. بدرنگ باشه.
دکتر صاحب دکتر صاحب میگه فکر کنم وزن بالا رو وزن ما بسیار پرفکت است، تشویش نکن، بسیار وزن خوب نگاه کردیم، بسیار زیاد بسیار مقبول مسته که یک نفر میگه مقبول معلوم میشه، یک نفر میگه بدرنگ معلوم میشه. گپ کی را ما قبول کنم ناله؟ مگه مدیراتور کار نداری مرا مدیر کنی؟ والا من میگم مردم بانین داله، از خاطر چی مدیراتور کنم؟ از خاطر از یک دو نزنن؟ بانین که دو بزنن، بانین که دل خدای اخ کنم، اصابایش خدای خراب کنم، زورشان بده، زورشان بده به اینجا دل خدای اخ کنم باز برم. دیگه از خاطر چی؟ دیگه از خاطر چی مدیراتور بگیرم؟ در قصه خطا خورد، هر دویش بدرنگ باشن، نور علا نور. مره تازه کرونا بخواه، گرفته چی بخورم چی بنوشم؟ ویتامین ها بخور بنوش، ویتامین ها بخورم باش که دمی گپم گپ زده بدن که چرا میگی ننوشیدی، چرا میگی خوردی؟ ویتامین ها را بخور، یکان چیزای دیگر را بنوش، ویتامین سی، ویتامین دی، زنک، ورزش. ورزش مهم است که خب من نظر به کشوری که زندگی میکنیم، مثلا در آلمان اجازه نیست که بیرون بری، خصوصا 5 روز. اگر اجازه شد داری مثلا بیرون بری، ماسکی ها رو بپوشانی اگر که کسی دیگر نگیره، ای بسیار زیاد کمک میکنه. اگر اجازه نداری در داخل خانه فعالیت فیزیکی انجام بده، بسیار زیاد تاثیر دارم. شخصا من خودم هم یک 2-3 روز اگه میشه که از کرونا جور شدیم، یکی از چیزهایی که 2 نفر ما رو کرونا گرفته بود، رفیقم که همراه من یک جای زندگی میکنه، او هم دکتر است، هندی است، کرونا از او تا حالا بخاطر جور نشده که او ورزش نکرد. گفتم شما بچه سیز ویتامین ها و یاره میخوریم یکم اگه فعالیت فیزیکی داشته باش، تمی داخل اتاق تی طرف بگر. تا نمی لحظه که من همراه شما صحبت میکنم، ایشان مریض هستن در داخل خانه، صرفه آزارت میده، خصوصا یک 3 شب حوصله داشته باش. چند زن و اولاد دارید؟ اوه هی گپا بسیار اساس است. چند ما رو یک دانش تال ندیدیم، شما چند تا رو میگم؟ مگم چرا سوال شخصی میکنیم؟ من در کرونا بسیار کار میکردم، زیاد مصروف بودم. کار خوب میکردی کس دیگر حال کرونا نداده باشه، زیاد پیرستم. آفرین، من که پیر باشم خیلی جوان است، ولی متاسفانه یا خوشبختانه هنوز مجرد استم. من کمپلیت آخرخم خدا انسوندن کده. نه دری گفته، نه آلمانی گفته، علاقل امور انسوندون رشته میکردیم. خواه هدفت چی هسته؟ از این چی کنم که گرفته سوال تا بگم؟ دکتر صاحب قواره دامات ها را کشیدین، آها 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 آها، گب بسیار اساس است، گب در داماتی رسید. درباره سفید شدن موی پش از وقت، ما تصمیم گرفتم که دیگه درباره موی چیز نکنم، معلومات ندم. بخاطر چی معلومات ندم؟ که سر مردم بد میخورم. میگه تو دکتر داخله، تو را به موی چی خار است؟ باز چون سرشان بد میخوره، از خاطر گفتم دیگه درباره موی معلومات نمیتم. با کدام کشور زندگی میکنی؟ با کدام کشور؟ با آلمان زندگی میکنم. سعی کو پیام های دخترها همیشه میخوانی، نه از ما غریبه نمیخوانه. و تو اکانت تا سعی کو اول فیک تا جگه اکانت سعی خوبیه او در چشم هرچی که برابر میشه امورو میخوانم. وونس دو علینا ایش وون علینا کاش کو بالا باشه. ای بسیار حکومت بزور کده دیگه اصابش خراب. دکتر صاحب بخاطر لنگ لباستان در کومنت صحیح معلوم نمیشه، یا بخاطر رنگ لباس من کومنت هم صحیح معلوم نمیشه. آدم های گوشا جرمنی زندگی دارد، نکو دکتر جان الماس نیست، آلمان نیستی. خب یعنی آلمان جرمنی هست، چند سال است آلمان هستی؟
سوالای شخصی نکنین. خب یک مدت کم میشه، هنوز دو سال نشدم. همیشه شکایت دارم از هر چیز، نمیفهم چرا. امی ویدیوی قبلی در باره از نمی شکایت، چرا شکایت میکنیم؟ در باره از این ما گپ زدیم، چطور ما میتونیم حساب خود کنترل کنیم؟ ما چطور مثلا شکایت کردن وقتی که راست هم میگه، یک دفعه که انسان شکایت میکنه، باش که این مزایی ما گل کنم، یک دفعه که شکایت کردن یاد گرفتی، با شکایت کردن میری، چرا که مغزت باست متوجه فقط اونم گپای منفی در زندگی میشه، یعنی اونم قسم پروگرام میشه. وقتی که شکایت کردی یک روز بسیار جگر خون بودی، از روز خراب که داشتی، چند روز رفتی خانه، قسم کل چیزای منفی را فقط دیدیم. در یک روز هیچ امکان نداره گپای مثبت وجود، امی هیچ مثبت وجود نداشته باشه، امی مثبت وجود داره که تو زنده هستی امروز، یعنی حتی قلم روز هم زنده بودی، به خاطر یک زندگی خوب یک نعمت است. ما همیشه گفتیم اگر آدم اونم چیزکای منفی را پیدا کنه و هر روز به خاطر از آخر رو جگرخون باشه، خب خود به خود مغزم عادت میکنه اتومات که در زندگی همیشه چیزای منفی را پیدا کنه، همیشه نیمه خالی گلاس را ببینه. از کجا پس مغزت تو باید پروگرام کنی، پروگرام قسم باید بکنی که مثلا روزانه یک دونه، دو دونه، سه دونه چیزای مثبت که در زندگیت واقع میشه را نوتیس کنی، متوجه شوی و از بابت شکرگزاری کنی. 100 دونه گپ منفی بود، 3 دونه گپ منفی مثبت نگاه کو و از بابت ازو شکرگزاری کو. اینی مغزت عادت میکنه که استاستا یک روز ناخودآگاه تو هنوز خودت هم نفهمی گپای مثبت متوجه شو و روز تو را خوب تیر کنه. یک وقت از گودالی که به خودت به نام شکایت کردن جور کردی و از هر چی شکایت میکنی، از گودال خود برآمدی. مثال خوب از این کل افغانا هستم. مثلاش مثلا قسم بر میتونیم بتیم که در افغانستان، اگه می دقت برید افغانستان با افغانا صحبت کنیم، بسیار مثلا شرایط افغانستان شکایت دارن، حق هم دارن شکایت داشته باشن، از هر چیز شکایت دارن. اینمی آدما رو بگی بیار آلمان، 6 ماه اینجا زندگی نکردن که زندگی از اینجا شکایت شروع میکنه. ولی اینجا تنهایی، سلام، مسئولیت است، من نمیفهم، دق شده پشت وطن، بی وطنی بسیار زیاد است، مسافری بسیار زیاد سخت است، دلم در گرفت، پشت مادر دق شده، پشت پدر. اینجا اونمو روزایی که درباره بدی افغانستان در اونجا فکر میکرد یادش میره، نال اینجا پیدا میکنه گپای منفی را که در اینجا در زندگیش هست، یا ما چه میقسم کرده، ما چه مقسم کرده. یا مثال دیگه شم میتونیم این فضای اجتماعی خود ما شما را بگیم، سه ایست که در این فضای اجتماعی تیک تاک افغانی که این پلتفرمی که قسمتش مثلا افغان ها باید که دیگه کار میکنن، گپای منفی داره ولی گپای مثبت خودم داره. ما روز به روز بچه‌ای را می‌بینم که کار می‌کنند در تیک تاک و مفکوری مقبول را بسیار با طریقه خوبش به مردم می‌رسونه که خسته کنم نباشم. یک وقتی که تو مثبت فکر می‌شی، هر چیز مثبت پیدا می‌کنی و در اینجا نمی شکایت نمی‌کنی که دکتر صاحب از دست از این مردم متأسف در تیک تاک خفه شدیم، بیخی خسته شدیم، تو ندیدی که چه کسایی هستن که در مقابل از تعصب کار می‌کنن. مثلا من دیدم چقدر ما فقط اون ویدیو رو نمیبینیم، ما خود ما دراما میخوایم، نه خود ما انسان دراما رو خوش داره. اون ویدیوی خوبی که کسی خوبی یا کسی گفته اون رو ما تو نمیبینیم، سر ما بد میخوره، خسته کن است، اونو باعث میشه که چیزای منفی رو ببینیم. اینمی چیزای منفی که در اینجا عادت کردیم ببینیم، سر زندگی ما و شما هم خود تاثیر میگذاره. مثلا ما در تیک تاک اومدیم عادت کردیم که چیزای منفی رو ببینیم، پس این چیزا میتونه در زندگی عادی، چون مغز ما قسم پروگرام میشه، نه پس در زندگی عادی هم کل چیزای منفی رو میبینیم. ان حالا اگر در افغانستان هستی، در اروپا هستی، در امریکا هستی، در هر قسمت از دنیایی که هستی، هیچ دی شکی وجود نداره که زندگیت منفی نباشه. منفی در زندگی هر کس هست. بگیرین شما نام بتین، هر کس را که شما جورج بوش میگین، ترامپ میگین، نخست وزیر آلمان میگین، کریستیان میگین، مسیر میگین، خبیب میگین، یا ای فایتر نو به نام اسلام مسیر میگین، هر کس در زندگیش چالش خود داره، مشکلات خود داره. فقط انسانایی میتونه که خوب زندگی کنه و مزه‌دار زندگی کنه که در زندگی یاد بگیره و مغز خود پروگرام کنه چی رقم اینه می رقمی که من بر شما تشریح کردم که چیزای مثبت را ببینه نه چیزای منفی را. اینه دیگه سوالتان گفتین چه خبرتان تشریح دادم، چون این مسئله مهم است. یعنی شما حداقل چند نفری که نمیجه هستین باید یاد بگیرین که در هر کشور که هستی اگر 100 دانه منفی در زندگیت هست، یک چند دانه گپای مثبت و موجود داره و سبب از او باید شکرگزار باشی از خداوند. بسیار زیاد مهم است شکرگزار. من کتاب خوانده بودم به نام دی مگی دی دنگ باکایت، با زبان آلمانی است، یا The Magic of Being Thankful. او کل از این کتاب درباره از این بود که چقدر، یعنی چقدر میتونه که متشکر بودن رو
شکرگزار بودن در زندگی تاثیرگذار باشه. از همین خاطر یک بخش بسیار زیاد خوب از اسلام ما هست، یعنی حتی در اسلام ما این گپ وجود داره که شکرگزاری باعث میشه که به نعمتهای افزوده شوه. امسارید چقدر تعلمند است؟ باش که امسارید چقدر تعلمند است؟ او نفر اتو نفر در پولی خود. خب من گفتم دمون از در باشی، ترسیدم نزدیک بود که بگی در یورو میشه. چی را گفته بودم؟ دکتر صاحب در افغانستان کسی که مریض می بود برش می گفت خونت مکروبی شده، در آلمان چی میگن؟ من سوالت نفهمیدم. خونه میتونه مکروبی شده ولی هر مرض به خاطر مکروبی خون نیست. دکتر صاحب چی چیزایی برای افزایش قد مفید است؟ از 18 که بالا شدی تیب تبر هیچ خلاص خیر و خلاص. در اسلام خوبم شکر بود. چرا جواب مر نمیتی؟ خطا میخوره دیگه. دکتر صاحب در مورد پاک کردن خالهای صورت معلومات بده. او را از دکتر صاحب های جلدی پرسان کنین. اگر من معلومات بده مسابتان خراب میشه. میگن چرا سر هر چیز گپ میزنی؟ تو چی غرص میگه؟ از او خاطر گپ نمیزنم. برای اولاد داشت شدن چی مناسب؟ برای اولاد داشت شدن داشتن رابطه جنسی بسیار زیاد لازم است. دباره از این که چطور در جرمنی منیست دکتر کار میکنه معلومات بدین؟ سوالی شخصی میکنین ولی هر کسی که یعنی از هر کشور دنیایی که آمده باشی و در هر کشور دنیایی که بری امتحانات وجود داره. مثلا برای امریکا United States Medical License Examination US Military است، برای انگلند پلاپ است، برای آلمان اپروباسیون است. به زبان آلمانی امتحان شمیتی کامیاب میشی و کار میکنی. ولی هر بار اینا میرم بر شما تشریح میکنم دیگه با سلسله شما نیست که من هر بار بر شما یک عین مسئله را تشریح کنم. نه دکتر شما تازگی به اروپا میدم فکر کنم زبان اینا را یاد نمیگیرم و مرا رنج میده. امی که فکر میکنی که یاد نمیگیری، یاد نمیگیری خلاص. تو از اون پهلوانای هستی که هنوز در میدان ندرمیدی وقت تسلیمی را اعلام کردی. خوب شد که تو فری فایتر نشدی. اگر نه گویت می یعنی خدا تو سرتان بد نخوره و یکان خطا میخوره. اگر نگاه اگه تو فری فایتر میشیدی، اگه تو ورزش میکردی، اونو جنگ شروع نکرده میگفتی والا من باخت قبول. این چی رقم مفکور است؟ یک داخل خوشو یک زحمت تا خوب بکش. تو یک زحمت تا بکش بس نشد بیا از گردن ما بگی. بو درو گفته بودی بسا بچه دروگوی هستی. گفته بودی که یاد میگیری یاد نگرفتی. آدرس اینستاگرام شما رو نتونستم پیدا کنم. در جایی که نمی مره میبینین نمی لحظه برین در جایی که تعداد فالوور هست در پولیش علامه اینستاگرام زدگیست، لینک هست، بسیار ساده است. کسی که ای رو پیدا نکنه به سواد خود شک کنه. دکتر چی گفتم؟ تا دکتر صاحب بگو جان چی گفتی؟ همیشه درد خستگی داغ شدن بدن دکتر چی؟ بین امارات اسلامی دکتر میگه که در هر چیز نرمال است. واضح نشته کنیم نظر درباره نجات پرستی در آلمان چی کنیم؟ نجات پرستی چی؟ چی رقم نجات پرستی؟ یعنی در مقابل خارجی آلمانان نجات پرستی میکنن؟ افغانستان زندگی کدی؟ از افغانستان خبر داری فعلا؟ نه برین مرو به طرف ها شکرگزار باشیم فقط از اینکه در آلمان هستیم. دیگر یک چیز خطا میخ. سلام دکتر صاحب، پلیز جواب ما رابطه باش که خطا خورد بته در باره تشنج اطفال. دوسته عزیز، اطفال ما بگویم، نسایی ولادی را ما بگویم، جلدی را ما بگویم، دندان ما بگویم، نمیشه نه؟ امی اخلاق طبابت ها میشه زن همه تا کل چیز ما و نمی تا ایچ انسان پیدا نمیشه که کل از این چیزها را یاد داشته باشه. هر کس از خود یک تخصص داره. مرا به اطفال چی قرار؟ یکی از اون بخشایی که در دانشگاه هم ازش بسیار از اون مضمونایی که ازش نفرت داشتم مضمون اطفال بود، یعنی امراض اطفال. سرم بد میخواد بخی. از او خاطر من شاید بخی در عمر نخواهیم صاحب اولاد شم. تو حالا آمدی در باره اطفال از ما پرسان میکنی. چطور میتونیم استرس رو از من ببریم؟ امیرت اول ورزش کن، یکی ویدیوهای مرا ببین. خب من دارم در باره از این بسیار ویدیوهای خوب دارم، ویدیوهایی که براتون میسازم لایک من کار ندارم. خب
کار دارم که ویدیو را ببینی، 3 دفعه ببینی، 4 دفعه ببینی، فکر کنی دربارش. در هر ویدیویی که من بر شما میمونم یک اینتنشن دارم، یک چیز خوب دارم. مثلا این ویدیو را چند دقیقه پیش که ماندم درباره عزیز که مثلا با آلمانی نشته کردم که چرا بدون علت با یک افغان آرسی باید بکنم، باز چیزکای مقبول از افغان ها را ماندم، بخاطر از اینکه در وقتا افغان های مکل خارجی ها آرسی میکنم، من فکر میکنم که او بنفشان نیست. من فکر میکنم که 2 افغان بیشتر از هیچ کس نمیتونه بیشتر از 2 افغان که دیگه خدا خوب بشناسه، باید که دیگه خود خوب بسازه. چرا افغانه که دیگه خدا نگیرم؟ حتی اونو ویدیو رو که ماندیم که کلگی شاید فکر کنه یک ویدیو شخصی است، بخاطر یک انتنشن مثبت ماندیم. این حال اگر کدام ویدیوی من رو شما میبینین، دوباره یک دفعه فکر کنین، بگین این بچه هم که خلاوده نیست که من ویدیو رو یک پست کرده. حتی در جایی که من ویدیو میگرم، در سر تخت خواخت میگم، در سرم یک گیتار هست، در این چیزا ویا من فکر میکنم. تو الو پاجات ویدیو نمیسازم. اگه کدوم وقت مرا خسته میبینی، چشمایم این جایم خسته و وضعیتم خراب، ویدیو ساختم که معلوم میشه که کم از شیخ بزنم. اون به خاطر است که بسیار زیاد من مصروف هستم، من کار باید کنم، من درس باید بخونم، در پولی ازی ورزش باید بکنم و این قسم غم شما مردم رو بخورم، ویدیو بسازم و انسان خسته میسازه و انسان و وقتای میرسه که بس من باید ویدیو بسازم، خسته هستم، بس من خستگی رو دیگه نمیشناسم. میگم خستگی چی است؟ خستگیش کدام شنگ بولانی است؟ اید دیگه با سرش برک که نمیگیریم، با سونه قسم ویدیو جور میکنیم، با سرتان بد میخوره. باز خوب یک دوک تمیزنیم، میگه بسار لوده دکتر استی، تو آمدین در تیک تاک ویدیو جور میکنی، توی رو نمیگه که دکتر با وجود کار میکنه، چطور قوخ پیدا میکنه؟ این زندگی شخصی چی نداره؟ من خوش زندگی شخصی ندارم، هم نه گلفرند، نه آرسی، نه وقت از این کارا را دارم. اینه این تو یک اینی شده جوانی ما. بیا سناب کار دارم. سناب مرا من خودم ندارم. طالب تو از کجا کردی؟ دکتر صاحب مرا شناختی؟ نشناختم. خیلی بخاطر شرایط وطن ما خراب است، خطا خورد. دکتر صاحب دوباره افسردگی، هم گفتم. نگفتی ماما مسجای تا بکشم. شما چقدر جوانتر و مقبولتر از ویدیوهای تان هستیم. در ویدیوهایم خسته می باشم، در ویدیوهایم وضعیتم خراب می باشه، در ویدیوهایم چرا که من تو کدام وقت خاص ندارم که ویدیو جور کنم. باید در جریان روز هر دقیقه که یک وقت پیدا میشه، یک دقیقه تو دقیقه سه دقیقه اونم برو یک ویدیو جور میکنم و زیاد وقتا زیاد خسته می باشم. و ویدیو را اگه متوجه شده باشین، و یگان جا من اصلا دور دوم ویدیو مرا جور نمی کنم، یعنی هر چیزی که گفتم اونم رو ثبت میکنم و اپلود میکنم، چرا که تکرار از رو وقت ندارم که من او ویدیو را پس ببینم و ایدتش کنم که در کجا من چی مشکل ایجاد شده، چرا فلانه جای چی رقم آمده. به خاطر ویدیوی ما زیاد جدی نگیرن، یعنی موضوعش جدی بگیرن، چهره ما مهم نیست. من میشه گفتم که از این خاطر من در قصه ویدیویم نیستم که من بر از او فضا جور کنم، من بر از او مقبولی جور کنم یا کیفیتش جور کنم. برای من بسیار زیاد مهم است که کدام موضوع را من انتقال میتم. پس اگر دینه متابعیت است و دینه ویدیو است، من متابعیت را ویس نیشتا خوبا. این اندر زاقه ویدیش دست آخا فیدن فال این پیغزش زاگن ایش ابه نیم این منم خنکن است دور دست ایش ابه ایش ابه نیمندم گزاگت dass ich auch einer Influencer bin. Ich mag nicht. Wenn ich bin hier mit Ihnen, dann ich bin hier. Wenn ich in der Krankenhaus bin, dann ich bin ganz anderes Person. Deswegen, ich denke, du hast verstanden, was ich meine. In aller Mitte einige haben aber Farsi megam. Sawal kadan ke ami amkaret chi mega dabare videoet. Ma ich da shafkhana nagoftem. درباره زندگی شخصی خود ما به کس نمیگم. در اینجا شما در یک بخش زیاد از زندگی شخصی ما شما نمیفهمین، شما فقط میفهمین که این بچه دکتر است، می معلومات میتاب و میره برای نمیشناسه، نه؟ می چی کردیم، کی بودیم، چی خوندیم، چی رقم خوندیم، در کجا آمدیم، حال کجا زندگی میکنم، یا روزانه من چی رقم تر میشه، کدام شبخانه کار میکنم، نمیفهمین. اون هم قسم کسایی که در محیط شبخانه هم رای من کار میکنه در باره عزیز زندگی من نمیفهمه، تا نیست که ما ارتباط نداشته باشیم، ولی هیچ وقت برشان نگفتیم. من خوب یاد دارم که
نقشای مختلف خود مختلف انجام بده. مثلا شما در محیط خانواده هم یک رقم دیگه هستم، با دوستای هم یک رقم دیگه هستم، در محیط شبخانه یک رقم دیگه. وقتی دکتر هستم معمولا انسان جدی هستم، اعصاب خراب. شما اعصاب خرابی من ندیدین، ولی وقتی که رفیقی وقتی که اینجا مدفن اوزی بدن اگه من توخ اگه اصفندن چون من میفهم که چی هست داره. سو وقتی که پیدا کردن دیگه لترام نیست که ما بگویم هیچ کس نفهمه که پیدا کردن بس کردن دیگه. نوش جانشان باسو بخصرشون خدا اعلام ایتم آفرین فور علم آخین تو چلان پی خفت بلای پی خفت یا دارمون دکتر حساب خراب نیست؟ دکترها یا حساب خراب نیست؟ تو کجاش در شبخانه رفتی؟ یا کده چیز در محیط شبخانه مثلا ما باید زی استفاده کنیم. کده مریض زی استفاده نکنیم اصلا امکان نداره. و تا حدی که میتونی باید کده یکی از مثلا یک کلچر است که تو کده مریض باید خوشخوی باشی. ولی شما حساب خرابی را ندیدن. اعصاب خرابی دکترها در بین کار باز پیدا میشه که یکی دیگر، چون اونجا آلمان ها بسیار جدی هستند در کار. وقتی که مثلا یک کار باید در بین از این که او کار میکنه، اگر یک سوال ازش بکنی یا یک مشکل پیش شود، بسیار جد اعصابش خراب میشه. و این راستاست تو هم یاد میگیری، تو هم یاد میگیری که به هیچ کس اجازه ندیده جریان از که کار میکنه به استاس یک سوال بکنه. معمولا مثلا کسایی که پرکتیکانت هستن یا اسپیتاسیون هست یا کسایی که خنکن شوستر هست، مثلا میان بعض سوال ها یاره میکنن. با وجود مثلا میان میگه فلانه دوارت کلش در سیستم هست، تو باید مثلا باز کنی اجازه بدی فقط شلتن کنی این که ما استفاده بتانیم در اپوتیک هست. با وجودی که نمی وظیفه تام هست، این نمی ره که میگه به هزار ترس میگه به خاطر که اینجا کلی حساب خراب هست، حسابش خراب میشه، زود جنگ میکنن، زود هیجانی میشن. ولی پرسونلیش چیزا نمیگیرم، پرسونلی چیزا نمیگیرم اعصاب خراب. روزی که کار خلاص میشه می چانیم بجا که میشه واسه پس اون فرندلی که هستن. و بسیار مردم های پرسترس هست. من دیدیم ما حالی که متوجه شده می هست که افغان ها سعیسته که ازار مشکل داره و یکی از مشکلاتشان است که اکثریت، یکی از خوبی های افغان هایی است که اکثریت افغان ها قدر پرسترس نیستن. ولی این مردم بسیار زیاد پرسترس هست، زندگیشان خیلی خب. آلمان های فهم چرا درباره آلمان ها از ما پرسان کردی؟ نمیجه کدام کس کدام چیز گفت، من جواب دادم. چی گفتن؟ لقب ده دکتر صاحب خراب میمانن باز. لقب ده خراب میمانن؟ چون فشار کار زیاد است و همچنان برخواد پیشنت ها امروی دکتر ها و نرس ها یه کار بسیار زیاد است متاسفانه، خصوصا برای دکتر ها. چون دکتر کم است، در چند سال زبان آلمانی یاد گرفتیم، 6 الی 8 ماه دکتر صاحب بیش از زدی ریش از زدیم. سلام دکتر صاحب، خوب هستین؟ علیکم سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ تشکر، زنده باشین. من از شما یک سوال کردم راجع به نجات پرستی. باز شما گفتین که شکرگزار باشیم که در این کشور هست. ما با چند دفعه نجات پرستی کی با کی؟ کی با کی؟ خب در وظیفه که میری نجات پرستی هست، ناحقی هست. چی رقم هست؟ مثلا در سر کار 3-4 نفر آلمانی هستن، یک نفر در بین مهاجر است. یه رقم کار میکنن که زیادتر کار سر تو مندازن. یک مثاله باز نه. اگر مثلا نیست. شکایت نه من خودم کار میکنم به اینجا قسم نیست. و ما چون که مردم وقتی که دکتر باشی با مردم هم به تماس هستی و با مردم که من به تماس هستم همیشه آلمانی هست نه؟ چون هم آلمانی ها پیش و من جایی که من زندگی میکنم افغان اصلا فکر نکنم باشم. خلاصه اوائلی که من رفته بودم، من ملیس یک کسی که در افغانستان دکتری کردیم اینجا آمدیم، سیستم تیبی و اینجا با اونجا بسیار زیاد فرق داره، کارایش فرق داره و تو باید یاد بگیری و زبانش هم مشکلات خود داره. و من در 8 ماه زبان یاد گرفته بودم، مثلا من تازه 6 ماه میشه کار میکنم. در 6 ماه تا امروز زیادترین کارم هم میکنم. ولی این کار من بخاطر از این گپی که تو گفتی، بخاطر از این که برای من کار زیاد داده میشه. ولی حالی که متوجه شده میسته که من همی فکر میکردم، همی فکر چون من اوبرش
دن ما بسیار زیاد است. بعدا من متوجه شدم که چون من کار بلد هنوز نیستم و تا که اونم سرعت ندارم، چون مثلا من که آلمانی نشته میکنم، من باید زیاد لغت ها را برم چک کنم یک دفعه غلط نشته نکنم. نه اینمی با بله کار مرا کنتر میسازه و باعث میشه که ما اوبر شتوندن داشته باشم و یا کار مثلا دو دفعه انجام بدم و باسون و احساس در آخر روز برای من میامد که چرا من بیشتر از هر کسی دیگه کار میکنم. یعنی یک وقت بله ایره بیشتر بر صادقانه میگم، شاید یعنی شاید تعصب وجود داشته باشه که حتما آن دربارش گپ خواهد زدیم، ولی اینی تعصب نیست. دوایل شاید اگر کار زیاد برات میتن به خاطر عزیز که تو کار زود در یاد بگیری، زود مثلا امرایشان شانه بتی، چون کلگی مثل یک تیم کار میکنه، کار بس پس میمونه و بس یک دفعه که کار یاد گرفتی و اعتماد به نفس یاد گرفتی. هنوز به نظر من اول آدم کار زیاد کنه خوب هم است که زود یاد بگیره، بس اعتماد به نفس که پیدا کردی اونجا، بس اون تو مهم است که با چی دیدگاه اونجا میری خود ظاهر میکنی که بس تپ دارک مدمن برد یاد خود دادم، ولی اول میخوایم از خودت بشنام. درست. خواه این نه دیگه دکتر مثال دیگه از تعصب بگو، یک مثال دیگه از تعصب بگو، نه تو خب مثال بگو که من مثال برتارش کنم. خب ما مثال ما کامل برتان نگفتم، با اینکه ما اول کامل بگیم که چی ما تجربه کردیم. در سر کار چند تا آلمانی هستن، یک مهاجر است و چند تا آلمانی استاد میشن، زیاد کار نمیکنن، با بهانه مختلف میرن سیگارتشان هم میکشن در حالی که ما این کار نمیکنیم و یک رقم کار سر و تو مندازن. این ما تجربه کردیم و ما یک انسان هستم که بسیار خوش اخلاق و همیشه برای آرام کسی که هستم، چیزی نمیگم. لایتر یا لایترین یا شف شفینت گفتی مسئله را، این یا مسئله را گفتیم در پیزونال ابتایلون میری شکایت حق داری که بتید، اینجا کارمندا بسیار حق بله داره دار. بله حق داری، اما متاسفانه وقتی که 3-4 تا آلمانی اونجا باشه در بین خودشان چیز میکنن، یعنی چی رقم تو نداری شاید و اونا بین خودشان یک تیم هستن، این کار هم میکنن. وقتی که تو شکایت هم کنی، وقتی که تو براز تیم لایت هم بگی یا به هر کسی با یا به او رئیس، هیچ فایده اصلا نداره و این نه حالا ما تخنیک نژادپرستی را برتی من صدها بار تجربه حالا ما کردم. تخنیک برتی یاد میتونم چندین طریقه چند از چند بس صحبتش میکنیم. اولی که بیا فرض میکنیم تعصب وجود داره، خب اول بسیار از زیاد حالا ما مثلا همین مشکل خود را چند رقمش تحلیل میکنیم. اولی که اگر واقعا این مشکل وجود داره، تو یک کاری که مثلا در 24 ساعت میکنی و کارهایی که بر تو افکارهایی که بر تو داده میشه در کل شپش خود نوت میکنی و متوجه میشی که مثلا چند هر کدام 3 نفر دیگه است، هر کدام کار از امورم در 24 ساعت نوت میکنی، باید پیدا کنی که با چی کارا را انجام دادن، چون خود سیستم از واضح است، معلوم میشه که در 8 ساعت کی چقدر کار انجام داده و از خودم معلوم میکنی. با اون کارهایی که معلوم کردی میری پیش پرسونال اپتایلون و اونجا رسمی میگی اینی هم ثبوت و این کار را برای یک روز اول نکن، مثلا برای یک هفته بکو، در 7 روز 7 روز اونجا تو ثبوت داری کنه و کم کار کرده تو زیاد کار کردی و اون ثبوت میخواه که نتیجه میده. فرض میکنیم که ایرام نبود، ایرام دی قبول دارم که تعصب وجود داره، ولی من به این باور هستم که عین تعصب در افغانستان هم هست، تعصب در همه دنیا است، تعصب در امریکا است، تعصب در انگلند است، در مخابر مهاجرین، تعصب در فرانسه است، تعصب در بین خود ما در افغانستان است. همین فعلا متاسفانه من نمیخوام دو بخش برم، متاسفانه ولی بعضی کسایی هست که فعلا در افغانستان به خاطر مثلا هیچ اصلا داخل نمیشیم، ولی هستم فعلا و من دوستا و رفقایم هستن که من پیشتر گپ میزدم که اونا دروغ برای من نمیگن، این حادثه شده که خیلی دردناک است. اونجا هم است آدم از تعصب گریخته نمیتونه، ولی بهترین تعصب که از در آلمان به خاطر است که برای تو صدمه رسانده نمیتونه فیزیکی، هر چی که از در مقابل زبان است خیر و خلاص و تو شکایت هم کده میتونی و پلیس هم چه بساسات صادق است. در افغانستان به حد شما است که میتونه برای تو فیزیکی حتی صدمه برسانه که زیاد دشمنی ها به این خاطر از افغانستان کشت و خون فرهنگ یک قسمت از افغانستان است، یا یعنی همه افغانستان نالد باش که گپای خلاصات بگویم که در ایجای دکن اخوره این بله حاله امی بهترین نوش. من به این باور هستم که در آلمان وجود داره، من دیدم متوجه شدم، اولی که من به این قسم میبینم که من میگم من قوی میشم، من من ایست یک کسی که جوان هستم، یک قسمت زیاد از زندگیم در پیشوریم است، مثلا زیاد چیزها را باید یاد بگیرم که روز به روز قوی شوم و هر حادثه که روزانه برای ما واقع میشه این باعث میشه که مرا قوی تر بسازه و در محیط کار این را باید یاد بگیری که آلمان ها یک چیز هست که پرزونلیش بسیار کم است، یک جای که اصابشان خراب میشه بسیار دایرکت کل گپ برد میگن، ولی در دل زیاد چیزها ندارن. اگر از اون دایره ببینی و چیز پرزونلیش نگیری یا پروفیشنال در اونا
یا پروفیشنال با مو آلمانی برات بگم، در اونجا نگاه کنی هم میتونم برات کمک کنم. اگر باز میگی که نه من بسیار زیاد مثلا اساس هستم و نمیتونم در این محیط کار کنم، یک با وجود داره آدم این حق داره که در آلمان جای کار خود تبدیل کنه، یک قربانی بده و یک مثبت دیگر پیدا کنه. مثلا من مثلا شخصا برای ما محیط شبخانه بسیار اعصاب خرابی زیاد است. در محیط شبخانه پرسنل زشترین پرسنل در محیط شبخانه می باشه. از خاطر من است یک دکتر مثلا برای ما بسیار مهم است که من در یک محیط کار کنم که همگی نت باشه نه، و ما از او خود شبخانه را اعلام کردیم، اعلام میکنم یک جای دیگر میرم عین کار خودت هم میتونی بکنی، این کار میکنی. و دیگه ای که یکان وقتا یاد بگی که به خاطر از اینکه تو آزار نبینی بعض نقطه را اصلا نمونی که متوجه شوی، مثل از اینکه خودت بازی میتی، ولی این را به خاطر از این خودت بازی نمیتی که تو به نقص خودت میبینی، این را به خاطر بازی میتی که خودت دوست داری. مثل از اینکه یک تفلک است نه، یک تفلک است و تفلک شیرنی همیشه شیرنی را دوست داره و این زیاد شیرنی میخوره و میفهمی که اگه زیاد شیرنی بخوره اصلا دندانای سیاه میشه. هم یک دیدگاه وجود داره در فامیل های فلان، او را از پیش بکنه آیس کریم که تیر میشه، با وجود که دوست شم داری چشماش پت میکنی که نبینه دیگه زیاد آیس کریم چیز شیرنی را ازش پت میکنی نه، چون دوستش داری و نمیخوای بر صدمه برسونه. نمیخوام ما در داخل خود ما یک طفل داریم، یا حداقل خودت داریم، و خود ما باید خود ما به خود ما از طفل از یک نوع قدر محبتی که یک مادر به طفلش داره، از او قدر محبت خودت برای خودت باید زیادتر باشه. اون قسم باید متوجه خودتان باشی. بعض وقتا خودت هم مثل اما یک مادر مثل یک کسی که خودت مسئولیت خودت داری متوجه بعضی چیزا بساز، و خاطر که جگر خون نشی چشمت از او پت کن. این همی حادثه شده. اول خب میتونیم گفتم من تکنیکاش یاد دادم، در نهایت فرض میکنیم تو یک شرایط هستی که نه کارت تبدیل کرده میتونی نه کار دیگه پیدا میشه، یعنی همه چیز دست خدا به دست هم داده که تو این همین شرایط باید قبول کنیم. بس اونم دیدگاه اولی که باید قوی میشی، داینده و دردت میخوره، و با دیدگاه دومی که متوجه خودت میباشی و استاست یاد میگیری که چیزایی را که تو در مقابلش حساس هستی مغز هیچ نوتس نکنه. وقتی که نوتس نکنه تو درد نمیکشی، تو آرام میباشی، تو روزت خراب نمیشه، هفتهت خراب نمیشه، و محیط کار برای تو تاکسیک نمیشه، چون تو حالا محکوم به ایستی که اونم اونجا بری کار کنی و دیگه محیط آلریدی تاکسیک هست. تو فقط به خاطر از اینکه خودت در محیط خوشبانی بعضی چیزها رو نوتس نمی کنی، سرش فکر نمی کنی تا محیط برای خودت یکمک قابل کار شد. خدا کنه چیزایی را که میخواستم برات بفهمانم فهمیده باشی. سیس؟ بله متوجه شدم دکتر. وقت بله درست، بسیار زیاد تشکر. من یک سوال دیگه دارم، از مثلا از یک وظیفه کندیگون دیگه ممکنه از این بدتر آدم ها را ملاقات کنی، یعنی از این بدتر آدم ها باشه. من دیگه بخشت نفهم این تزمین نیست، من این کار خوب بد است، باز یک کار دیگه برم یک خوبش. این گپ از لحاظ تیوی مثلا ما یک سیستم داریم حالا میشنوین، از لحاظ سیستمی تیوی ما یک چیز داریم به نام هسپیتاسیون. پیش از اینکه یک کار شروع میکنی یک روز میدید اونجا هسپیتاسیون میکنی یک روز و میبینی که محیط به دلت است یا نه. بعد از یک روز بس تو ردی ترایی میکنی یا تاییدی ترایی میکنی، یعنی این کار ما میتونی. من حال در بخش های دیگه نفهم این بخش ها را اگر تو کارتم تبدیل کنی با این میتود میتونی بگی که من یک روز میخوایم در محیط کار باشم، ببینم که همگی نتست نیست، بعد از اون تصمیم میگیرم، بعد از اون میتونی تصمیم تا بگیری. ولی اگر فرض میکنیم، بازم برات میگم، فرض میکنیم بیخی همه شرایط دست خدا به دست هم داده که تو این نمیره قبول کنی، باید ایره بفهمی که امی هم فایده خدا برات داره. اینه مو یک گپ است. انسان باید مغز خدا قسم ترین کنه که چیزای مثبت همیشه پیدا کنه. قسمی که میال من کل امی کل امی فضا رو برای تو مثبت ساختم. نه اینی طریقه ماینست است که ما خود باید بسازیم. سو اینی سر از این طریقه ماینست کو سر از این طریقه ماینست کار کوید زندگی بسازد به درد میخوره. به نظر من قبول کنه می شرایط، چون این شرایط مثل یک مکتب از بر تو زیاد چیزا رو اینمی چیزا رو یاد میگیری، ترن دادن مغزت یاد میگیری، و ترن دادن مغزت در زندگی بسیار زیاد به دردت خواهد خورد. حالا یه کار شاید چند سال باشه نباشه، ولی تو قرار است که چندین سال زندگی کنی و این هم از این چیزا و این طرز افکار زندگی رو برات مقبول تر خواهد ساخت. تشکر دکتر سیب، بسیار لطف کردیم. وقت خوش. شب زن خوش. وقت شما خوش.
تصور کنی چی گفتم؟ اول مجبور می ساختم تا به یک حالانی رابطه داشته باشم، وقتی قبول نکردم از طریق کار آزارم دادم. I don't think so. یک پارم دکتر صاحب یک سوال داشتم. آل وکیل گرفتم برشان، خوب درس دادم. خواه سوالتان رو بگو. آسیب جان یکی از جوانهای با شخصیت تحصیل کرده است که من شخصا خیلی موضوع تشکر خلیل عبدالخلیل صاحب و دیگه بس دیگه محترم وقت خواهی سابقه بوده، تمام جوان همینطور است. پدر مجبور شد در دورنالدان. من ای فهم خود میگه نشناختم نام رو بخوان، میگی نشناختم. نه قربان چم، کی هستی؟ من از کجا بشناسم تو کی هستی؟ حالا آقای دکتر دایی که گلوی همیشه خوش میباشه چی هست؟ سوالت بسیار بیمانا است با مزرعت، ولی گلون خشک هدفت چی است؟ اگر تشنگی است و یک مانای دیگر داره، اگر صرف است یک مانای دیگر داره، او باید از او دایره پرسان شود. اما کرونا هم تا حالا من آزارم میده. اگر هر چیز است، یا مثلا اگر صرف است با صرفه خشک است با سو گپای خود داره، اگر تشنه میشی با سو گپای خود داره، اگر دامت خشک میشه. همیشه سوال مشخص کنیم. فکر سابقه رفتی دکتر جان. دکتر زبان آلمانی را چقدر یاد گرفتی تا کدام سرها؟ در آلمان بخاطر از اینکه دکتر منعیس دکتر کار کنی باید ساینس میدیسین داشته باشی، در غیر از او اجازه کار نداری. معلومات گوت میشه گوت اگر هدفت نخست یا گیشت باشه. با مصرد از پروتین خوردن زیاد یا پیدا میشه. ایره در سابق به نام مرض شاهانه یاد میکردن، چون پروتین و واین و شراب چیزا یا زیاد شاه ها میخورد و کلشون به مرض گوت گرفتار میشد که درد مفاصل کوچک خصوصا در پای شپونگلینگ پیدا میشه. باز چی میشه؟ رای هر چی از پروتین کمتر بخور، آیا وایس کمتر بخو، ورزش بکن. سه اینس یا سه دو را خود گرفتی؟ سه اینس میدیتین قربان چم، سه اینس میدیتین. ندیم هستم از چهاردی کابل. خو بعد از ایش که بگو ندیم جان سه ایست مام از چهاردی هستم، مام از چهاردی کابل هستم. چشم ما خیلی به برادرم شباهت داره. اوکی سایکو گفته که احساس تشنگی می داشته باشم. اینی دیگه سگ اینی انالیک سوال که دی سوال صحیح است، تویی که گل خوش باشه و بخی یک معنی دیگه میداد. احساس تشنگی مثلا سنت مهم از چند ساله هستی، امروش احساس گشنگی هم دارید، اطرار هم زیاد داری، میتونه که آدم امروش دیگه اراز علایم باشه آدم و تا سر دیابتس یا شره سر شکر فکر کنه. اگر یک قسم دیگه است که دیابتس انسپیدس برش میگیم که تا نفر روزت 8 لیتر 10 لیتر آب میخوره، که من یک ویدیو در بارش دارم، با سوی یک گپ دیگر داره و راز علم دیگر نداره، فقط بسیار زیاد نفر آب زیاد میخواه با وجود که وزنش هم مناسب است. دیگر تشنگی دیگر میتونه مشکلات هورمونی دیگر باشه، بعض وقتا میتونه انسان تشنه کنه، بعض وقتا نخوردن خود آب کافی میتونه این شود. سوی هر سوالی که میکنه از موسیقی چوردی بچه از سهی موسیقی وار بوده. خیلی دیگر کی هستی ندیم جان؟ من هم شناسم تا، ولی ایک از مسیحی هستی، مام از مسیحی هستم، مسیحی چوردی. من همیشه خطاخت، من همیشه که سر درس خواندن میشنم تمرکز کردن هم اتمام و باید به خوردن فکر کنم. تمرکز کردن یک عادت است که باید ایجاد شود. قسم نمیشه که تو دفتن میشینی و بخوای که 2 ساعت درس بخوانی. آستا آستا به خود باید یاد بدی 5 دقیقه 10 دقیقه 7 دقیقه تمرس کورس کنی، او را زیاد ساخته بری مدد شود. چقدر که زیاد ساخته میری اونا مقدر یاد گرفته میری که تمرکز داشته باش.
نظر شما باید درس آمدین آلمان یا سکولارشیپ؟ ما یک سکولارشیپ داشتم، بس ما از دو طریق آمدیم. یکی سکولارشیپ که از انتیبا گرفته بودم، یکی که در سال 2019 بود. ما یک دفعه سال 2019 آمدیم، با سیم بودم، با سال 2021 آمدم. بازم از طریق تحصیل سال 2021، یعنی 2021 خلاص میشه، 2022 خلاص میشه، هنوز دو سال نمیشه از ما. از نظر با مشکلات رومانی توشی نشاید باید گوند ارخان کنگن، یعنی اگر به خاطر هر چیزی که تو توش نمیشی باید گوند ارخان کنگن، بیس مرض بیس پیدا شد و تداوی شد. یک تست دیو بیت بیت یک دفعه پیش دکتر آوس ارسد برو اگر دار مان استید میتونه دیو بیت سنسپیت ستا باشه. ما اینات بسازید مهم از فراز علایم دیگه ای که امروش میداشته باشی ما را کمک میکنه. فرست هیومانیتی ما کار میکنم عزیز دلال، اینجا از ما پول چون کار میکنم پول ما خودم میتونم و ما هیچ وقت اینجا ما مهاجر نیستم دوست عزیز. من نه به حساب مهاجرت آمدیم و نه من مهاجر هستم به اینجا. من به حساب تحصیل آمدیم، بعد کار کردیم به اینجا. از خاطر من سند ندارم، من بلو کارت دارم. بلو کارت از کسایی هست که اینجا کار میکنه. دکتر صاحب من گولی مصرف میکردم، حالا اگر دو خطا باس اگر دو روز دوا نخورم شکم جاد. کدام گولی رو استفاده میکردی؟ قربان جدت شم، شفر برای ما میگم نظر باید گولید گپ بزنیم. دوست عزیز اینا لایف آمدیم، به خاطر ازی لایف آمدیم که نگوین که بچه لایف نامد. مالی میرم در اینستاگرام یک لایف، به خاطر کنجا میگ واده کرده بودم که لایف میم و اونجا اگر تانسته میگم دوست رو به معرفی بگیریم. خوب اگر نشد و نشد سو چی میگنیم؟ میریم بخیر طرف اینستاگرام. اگر دوست دارین که لایف تعقیب کنین میتونید اینستاگرام بین در غیر از بدرود.